بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام وقت بخیر خدمت هم محصلین عزیز و گرامی، خدا کنه سالم و صحتمند باشین. اولتر از همه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان خدمت شما و از طریق شما برای فامیل محترم شما مبارک باد میگم. خدا کنه ما انشاءالله از دعای خیر خود در وقت افطار و سحری فراموش نکنه. عزیزا، در قسمت جلسه دوم حقوق تجارت قرار داریم. حقوق تجارت دو، یعنی مختص سمستر ششم حقوق و شاید هم سمستر متفاوت به شریعت باشه. خب، ما در جلسه اول در بعض مسائل را بحث کردیم، از جمله معرفی حقوق تجارت، کاریکولم یا مفردات درسی را و همچنین منابع درسی را. کاریکولم منظور مفردات درسی که در هفته اول دوم سوم چی میخوانیم و غیره، همچنین منابع درسی را خدمت شما عرض کردیم که منبع اصلی ما چی باشه، منابع فرعی ما چی باشه و همچنین سایر قوانینی که ما در این کتاب چکار میکنیم استفاده میکنیم. منبع اصلی گفتیم کتاب حقوق تجارت از پوهندوی نصرالله استانکزی و پوهندمن ولی محمد ناصح، و همچنین اگر یاد شما باشه مقدمه از حقوق تجارت باز کردین. هر بحثی که ما باز میکنیم بعد اول ابتدا یک مقدمه داشته باشیم، بعد از مقدمه میریم انشاءالله سر اصل موضوع. به عنوان جلسه دوم یا مباحثی که در جلسه دوم قرار شامل بشه عزیزا، موردوار با شما از حالا شروع میکنیم. مبحث اول مفاهیم کلی در مورد شرکت های. بحث اول ما بشیم تعریف عقد شرکت. عقد شرکت دارای تعریف متعدد و مختلفه که ما چند تعریف را اینجا نمونتاً خدمت شما عرض میکنیم. قسمی که در سلاید میبینیم، عقد شرکت عبارت از عقدیه که به اساس از او دو یا چند شخص متعهد میشن که هر یک با پرداختن قسمتی از مال خود و یا سهم در کاروبار خود چکارشن سهیم بشن و هدف آنها شراکت در مفاد دو ضرره. تکرار میکنم، عقد شرکت عبارت از عقدیه که به اساس از او دو یا چند شخص متعهد میشن یا تعهد میکنن که هر یک با پرداختن قسمتی از مال خود و یا سهم در کار با هم چکار سهیم میشن و هدف آنها چیه؟ شرکت در مفاد و ضرره. پس هدف طرفینی که شرکت ایجاد میکنن یا دست به کاروبار میزنن شراکت در مفاد و ضرره. خب، و تایید از این به اساس ماده 1216 قانون مدنی افغانستان شرکت چنین تعریف نمیده. ماده 1216 قانون مدنی افغانستان شرکت چنین تعریف کرده، گفته شرکت عبارت از عقدیه که به موجب از او دو یا زیاده اشخاص تعهد میکنن تا در بکار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار پول و یا انجام عمل طوری سهم بگیرن که مفاد و خساره به اساس موافقه ای که بین آنها صورت گرفته توزیع بشه. خیلی ساده تکرار میکنم، به اساس ماده 1216 قانون مدنی افغانستان شرکت چنین تعریف شده که عبارت از عقدیه که به اساس از دو یا زیادتر از دو نفر تعهد میکنن تا یک کار را به فعالیت را به کار یک کار برا بیندازن، پولی را پرداخت بکنن یا عمل انجام بدن طوری که در مفاد و خساره به اساس توافقی که بین شده چیکار میشه توزیع میشه یا صورت میگیره، طوری که مفاد و خساره به اساس موافقه که بین صورت گرفته توزیع بشه. خب، تعریف بسیار ساده بود از قانون مدنی افغانستان، چون متن مواد قانونه باید بخوانین و بالاخره برداشت رو خودش چیکار کنه ارائه بکنین. این ماده قانون خدمت شما خوندم، و همچنین با تایید از اصولنامه تجارت افغانستان نیز در ماده 116 شرکت های تجارتی این قسم تعریف میکنه. دقت کنه محصلین عزیز، تعریف بالا چی بود؟ تعریف شرکت بود، اما این ماده شرکت های تجارتی چیکار کرده؟ تعریف کرده. اصولنامه تجارت افغانستان تعریفی از شرکت نکرده، اما فقط شرکت های تجارتی چیکار کرده؟ تعریف کرده. چی قسم شرکت های تجارتی تعریف کرده؟ گفته عبارت از اشتراک اشخاصی است که به مقصد اجرای معاملات تجاری در موضوع واحد یا متعدد به وجود می آید. تکرار می کنم، عبارت از اشتراک اشخاصی است که به مقصد اجرای معاملات تجاری در موضوع واحد و یا متعدد به وجود می آید. این تعریف چی شد؟ تعریف شرکت های تجاری به اساس اصولنامه تجارت افغانستان. پس از شرکت
یک تعریف اول خدمت شما گفتم تعریف حقوقی بود، یعنی خدمت شما این تعریف را هایلایت کردم یا نشانی کردم، این تعریف تعریف حقوقی ما بود. این تعریف دومی که حالا خدمت شما نشان میدم تعریف ماده 1216 قانون مدنی بود از شرکت، تعریف بسیار ساده، و هم تعریف سوم و تعریف اصولنامه تجارت بود از شرکت که شرکت های تجارتی چکار کرده بود برای ما و شما تعریف کرده و مشخص کرده بود. خب تا حدودی از شرکت ذهنیت پیدا کردیم که شرکت چی معنا و تعریفی و چی گونه و چه قسم بود. حالا میایم در قسمت مزایای شرکت. خب وقتی یک شرکت ایجاد میکنیم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. بعض وقت در ایجاد یک شرکت سهمگیری اشخاص متعدد مهمه. گفتیم وقت یک شرکت ایجاد میکنه میتونه دلایل مختلف و متعدد داشته باشه. بعض وقت هدف ما از ایجاد شرکت چیه؟ سهمگیری اشخاص متعدده. سهمگیری اشخاص متعدده. و بعض وقت هدف ما از ایجاد شرکت چیه؟ سرمایه دو شخصه. سرمایه دو شخصه. دو گپ متفاوت. بعض وقت گفتیم هدف ما از ایجاد شرکت چیه؟ سهمگیری اشخاص متعدد. اما بعض وقت هدف ما از ایجاد شرکت چیه؟ سرمایه دو شخص می باشه. خب که بعدا توسط فعالیت هایی که اینا انجام میدن چیکار میکنه؟ همون سرمایه که به دست دو نفره ایجاب میکنه که اون سرمایه چیکار بشه؟ افزایش پیدا کنه. خب یک مقدمه بود برای مزایای ایجاد شرکت. مزایای ایجاد شرکت گفتین دو دلیله. چند دلیل؟ دو دلیل. بعض وقت فقط در شرکت سهمگیری اشخاص گفتیم مهمه، و بعض وقتا میشه که صرف سرمایه دو شخص چیه میتونه کافی باشه. خب میم حالا مزایای ایجاد شرکت از لحاظ ذیل قابل تقسیمه. بس لحاظ زیر تقسیم میکنم: از لحاظ حقوقی، از لحاظ تداوم، و از لحاظ مزایای چی؟ مالیاتی. خب سهمگیر همین مزایای ایجاد شرکت از سه لحاظ مورد بررسی قرار میگیره. از لحاظ حقوقی، ایجاد یک شرکت که دارایی معجزه از شرکا داره باعث فواید زیاد میباشه. وقتی یک شرکت ایجاد میکنیم که دارایی از او هم جدا یعنی جداگانه از دارایی شرکا میباشه، دارایی چیه؟ دارایی فواید زیاد میباشه. طریقه قانونی که میتوان دارای یک تاجر از دسترس داینی نزیب مسئولیت قرار داد ایجاد یک شرکته. یکی از طریقه قانونی عزیز را دقت کنیم. طریقه قانونی که وقتی میتونیم که دارایی یک تاجر از دسترس داینی نزیب، یعنی کسانی که از او شخص پول مایند به مسئولیت قرار بدیم چیه؟ از طریق ایجاد یک شرکت میباشه. وقتی شما شرکت ایجاد بکنیم میتونیم دارایی تاجر چیکار کنیم؟ دارایی تاجر مسئولیت قرار بدیم، یعنی برای از مسئولیت ایجاد بکنیم. زیرا وقتی که کار انجام بدیم چیکار میشه؟ مسئولیت شریک صرف محدود به سهمی یا حصه ای میباشه که در شرکت دارا است. یعنی مسئولیت دیگران متوجه نمیشه، صرف مسئولیت مربوط به سهم میباشه. تکرار میکنم، طریقه قانونی که میتونیم دارایی یک تاجر از دسترس داینی نیو مسئولیت قرار بدیم چیه؟ ایجاد یک شرکت هست. زیرا در این صورت وقتی که ما شرکت ایجاد میکنیم چی کار میکنیم؟ مسئولیت شریک صرف چیه؟ محدود به سهم یا حصه ایه که در شرکت دارایه. از لحاظ حقوقی تفکیک دارایی شرکت و شرکا امکان پذیر هست. از لحاظ حقوقی تفکیک دارایی شرکت و شرکا امکان پذیر هست. اما نظر عملی این مسئله همیشه صحت نداره. همیشه صحت نداره. باز که اگر جزئیات بیشتر میخواییم مراجعه کنیم به کتاب شما، به صفحه 170 این موارد در توضیح داده. صفحه 170 کتابی که خدمت شما منبع اصلی چکار کردم معرفی کردم. خب مزایای ایجاد شرکت گفتیم از سه لحاظ مورد مطالعه قرار میگیرن: از لحاظ حقوقی، و بحث دوم از لحاظ تداوم. از لحاظ چی؟ تداوم.
در صورت ایجاد یک تجارت خانه انفرادی چکار میشه؟ وفات تاجر در بسیاری حالات منجر به از بین رفتن تجارت خانه میشه. وقتی یک تجارت خانه فردی ایجاد بکنیم، یعنی تنها باشیم، یک تاجر به طور مثال یک تاجر یک تجارت خانه فردی ایجاد میکنه، وقتی که او فوت میکنه چکار میشه؟ در بسیاری حالات با از بین رفتن تاجر تجارت خانه چکار میشه؟ از بین میره. در حالی که ایجاد یک شرکت اکثر وقتا چکار میشه؟ تداوم فعالیت تجارتی رو میسر میسازه. به این که اگر یک شرکت ایجاد بکنیم، شما یکی از سهامدارا باشیم، اگر شما فوت بکنیم او شرکت بعد از فوت شما از بین نمیره. یک نکته بسیار بارز بود که خدمت شما عرض کردم. همین گپی که خدمت شما گفتم در شرکت های سرمایه مانند شرکت های سهامی قابل چیه؟ قابل توجه می باشه. پس تداوم یکی از بحث های بسیار مهم بود که برای مزایای ایجاد شرکت از سه لحاظ گفتیم مطالعه میکنیم، از لحاظ حقوقی و از لحاظ دومی از لحاظ تداوم. پس به خاطر که یکی از خوبی های شرکت اینه وقتی که شرکت یکی از سهامدارای فوت بکنه شرکت خود به خود از بین نمیره، منحل نمیشه، بلکه یک کس دیگه مسئولیت رو میگیره. اما اگر تجارت خانه انفرادی ایجاد بکنیم، وقتی که اون شخص فوت بکنه شرکت چیکار میشه؟ باعث از بین رفتن تجارت خانه از او میشه. و لحاظ سوم یا بحث سوم شما مزایای مالیاتیه. از نظر پرداخت تکس و مالیه شرکت ها به خاطر اهمیت نقش خیش در توسعه اقتصاد از یک سلسله مزایای چیه برخورداره. از نظر پرداخت تکس و مالیه شرکت ها به خاطر اهمیت نقش خیش در توسعه اقتصاد از یک سلسله مزایای چیه برخورداره. هدف قانونگذار از مزایای مالیاتی چیه دوستا؟ موردوار خدمت شما عرض میکنم. وقتی که قانونگذار میه مزایای مالیاتی رو تاکید میکنه و اونا رو برمشموره، هدف قانونگذار چیه؟ دو هدف داره. یک، حمایت و پشتیبانی از شرکت های نوتاسیس به منظور از اینکه با پای استاد شن. قانونگذار آمده در موضوع مزایای مالیاتی، قانونگذار هدف داره، دو هدف داره. هدف مشخصی چیه؟ وقتی گفته شرکت نوتاسیسی ایجاد میکنیم، شرکت نوتاسیسی که ایجاد میکنیم او باید مورد حمایت و پشتیبانی باشه، مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیره. چه قسم مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیره؟ یعنی که باید او را از مالیه ابتدا برای مدت چکار بکنیم؟ معاف بکنیم تا اینکه سر پا خود چکار شه؟ ایستاد شه. و نمونی و مثالی هم خدمت شما عرض بکنم، فرانسه از جمله کشورهایی که در قسمت شرکت های نو ایجاد نو تاسیس برای مدت اینا از پرداخت مالیه چیکار میکنه؟ معاف میکنه. باز بعد از اینکه چندین سال فعالیت کرد، بعد از اینکه باز فعالیت خوب شد، رونق پیدا کرد، میتونه مالی سال اول هم چیکار بکنه؟ پرداخت بکنه. یک مزایا، یک مورد که هدف قانونگذار گفتیم دو چیز، یک حمایت پشتیبانی از شرکت های نوتاسیسه، و دومی که در اکثریت کشورها سعی میکنند که مالیات شرکت ها سنگین وضع نکنند. چرا سنگین وضع نکنند؟ به خاطر که اگه سنگین وضع کنند باعث فرار سرمایه گذاری های چی میشه؟ خصوصی میشه. پس به اکثریت کشورها سعی میکنند تا اینکه مالیات شرکت ها سنگین وضع نکنند. چرا سنگین وضع نکنند؟ تا اینکه باعث فرار مالیاتی، باعث فرار سرمایه خصوصی نشه یا باعث فرار مالیاتی نشه. پس اهداف قانونگذار در موضوع مزایای مالیاتی چند تا بود؟ دو تا. اول، حمایت و پشتیبانی از شرکت های نو تاسیس تا اینکه پای استاد بشن، برای مدت از اینو مالیه گرفته نشه. و دومی که به اکثریت کشورها تلاش میشه تا اینکه مالیات شرکت ها سنگین وزن نکنن تا اینکه باعث فرار سرمایه از کشور نشه. حالا میایم به بحث بعدی شما، خصوصیات عقد شرکت. عزیزا، خصوصیات عقد شرکت 7 تا مشخص خدمت شما عرض میکنم. خصوصیات عقد شرکت، یک عقد شرکت خود یک عقدیه، داره چی خصوصیات می باشه؟ اول، عقد شرکت یک عقد شکلیه، به این معنا که به صورت تحریری بوده و در غیر آن باطل شمرده میشه. اول، عقد شرکت گفتیم عقد چیه؟ شکلیه.
بدین معنا که به صورت تحریری بوده و در غیر آن باطل شمرده میشه. این عقد در جمله دومی، این عقد در جمله وقود لازم میباشه. ما دو نوع عقد داریم، یک بر اساس دستبندی عقدها، یک نوع عقد لازمه. دستبندی های مختلف وقود دارن، یک دستبندی عقد لازم، عقد لازم و عقد غیر لازم تقسیم بندی میشن. عقد لازم، این عقد جمله عقود لازمه. چه قسم عقد لازمه؟ بدین معنا که طرفین عقد را متعهد و ملزم میسازه. طرفین عقد متعهد و ملزم میسازه. خب سوال اینجا مطرح میشه، معیاری که عقد شرکت را از سایر عقود متمایز میسازه چیه؟ معیاری که عقد شرکت از سایر عقود متمایز میسازه چیه؟ جواب چی میگین؟ عبارت از عنصر اشتراک در نفع و ضرر. فقط چیزی که این متمایز میسازه عقد شرکت از دیگر اشتراک در نفع و ضرر، یعنی در نفع و ضرر طرفین چی هن؟ شریک هن. در بعضی عقود دیگه که شما احتمالا خوانده باشین، ممکن که این نفع و ضرر به اونا در بعضی ممکن که ذکر نشده باشه. خب ویژگی سوم چیه؟ شرکت به اساس قراردادی که معمولا اساسنامه شرکت تشکیل میشه، تشکیل میده، ایجاد میشه. شرکت به اساس قراردادی که معمولا اساسنامه شرکت تشکیل میده چیکار میشه؟ ایجاد میشه. چهارمین خصوصیت یا ویژگی اینه که برای ایجاد شرکت تجمع حداقل دو نفر ضروری میباشه. دو نفر 100% باید باشن، از او بیشتر هم میتونه باشه، منتها دو نفر کمتر بوده نمیتونن. پنجمین خصوصیت ویژگی و چیه؟ شرکت میتونه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد کرد. اشخاص حقیقی و حقوقی یا حکمی چیکارش ایجاد شد؟ شخص حکمی یعنی شخص حقوقی. و ششمین خصوصیت شرکت، دارایی شرکت از دارایی شرکا جدا میباشه. دارایی شرکت از دارایی شرکا چیه؟ جدا می باشه. و هفتمین خصوصیت ای اجزا که شرکت دارای شخصیت حکمیه. نظر به این که شرکت یک شخصیت حکمیه، بنابر آن دارای حد اکثر مشخصات یک شخصیت حقوقی می باشه. چنانچه در ماده 18 اصولنامه تجارت چنین مشعره، شرکت های تجارتی دارای شخصیت چی هن؟ حقوقی می باشن. شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشند. این اصولنامه تجارت افغانستان چی میکنه؟ بیان میکنه. اگر خواسته باشیم امیر بی ماده بیشتر توضیح بدیم، شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشند. چی معنا که؟ به این معنا که خود شخص که به شرکت سهم میگیره، به عقد معاملات و اجرای معاملات پرداخته، صفت دائم و مدیون کسب میکنه و نیز میتونه به این صفت در محاکم اثبات وجود کنه و اموال منقول و غیر منقول چکار کنه؟ تصرف کنه. این توضیحات اگه خواسته باشیم با صفحه 172 کتاب خود میتونیم توضیحات به قسمت چکار کنین؟ مراجعه بکنه. دستبندی شرکت ها برای اشخاصی که میخواهند شرکت ایجاد بکنن، بس نوعیت شرکت یکی از مسائل بسیار مهمه. از دو دقت کنیم، در قسمت دستبندی شرکت ها یک نکته مهمه. برای اشخاصی که میخواهند شرکت ایجاد بکنن، بس نوعیت شرکت یکی از مسائل بسیار مهمه. به خاطر که نوعیت شرکت ها هر کدام دارای مسائل مربوط به خود میباشه و تابع شرایط خاص خود میباشه. خب شرکت ها را می توانند نظر نوعیت به گونه های زیر تقسیم کرد: شرکت های مدنی، شرکت های تجارتی، شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه. در ضمن شرکت های تجارتی را می توان به شرکت های سهامی، محدود المسئولیت و تضامنی تقسیم کرد. این دستبندی دیگه. در ضمن شرکت های تجارتی را می توان به شرکت های سهامی، محدود المسئولیت و تضامنی چیکار کرد؟ تقسیم کرد. شرکت تضامنی به 4 گروه تقسیم میشه: شرکت تضامنی عام، شرکت تضامنی خاص، شرکت تضامنی کار و شرکت تضامنی به اعتبار. شرکت های تضامنی به چند گروه؟ به 4 گروه: شرکت تضامنی عام، خاص، کار و به اعتبار. لازم تذکر است که مواد 1217 و 1218 قانون مدنی افغانستان
از شرکت های مفاوضه و اینان نیز بیان نموده است. ادامه بحث عزیز موکول میکنیم به جلسه بعدی انشاءالله، چون وقت ما شما پایان رسیده. بحث بعدی ما شما تعریف شرکت های مدنیه و تعریف شرکت های تجارتی. تشکری میکنم از حوصله مندی همگی شما عزیزا. انشاءالله ما را از دعای خیر خو در وقت افطار و سحری فراموش نکنن. موفق و سرخرو و سرفراز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.